رژیم ایران گنجینه‌های ملی خود را به حراج می‌گذارد. بخش‌هایی از گزارش رسانه‌های بین‌المللی. روزنامه تایمز لندن می‌نویسد کاروانسرای مه که زمانی محل اقامت شاهزادگان قاجار بود، قرار است به حراج گذاشته شود. رژیم ایران برخی از کهن‌ترین گنجینه‌های ملی و تاریخی را در مواجهه با اقتصاد بحرانی خود به حراج آنلاین می‌گذارد. دولت اعلام کرده است 19 مکان با آثار باستانی را تا تاریخ اول خرداد ماه توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به حراج می‌گذارد. این تصمیم توسط کارشناسان محکوم شده است. یکی از مورخان برجسته معماری ایران گفت اجرای این طرح بسیار نگران کننده است و به نظر می‌رسد که عجولانه طراحی شده است. اعتراضات سراسری دولت را به بدترین دوره تاریخی خود کشانده، به طوری که دولت ایران قصد دارد برخی از جزایر خود و استان نفخیز خوزستان را برای جمع‌آوری پول به همراه چندین دارایی دولتی دیگر به فروش برساند. تلویزیون WION در این رابطه گزارش داد رژیم ایران با هدف کاهش بدهی دولت در نظر دارد گنجینه‌های تاریخی خود را به حراج آنلاین بگذارد. چرا رژیم ایران به چنین اقدامی دست می‌زند؟ علت این است که ارزش پول ایران به خاطر تحریم‌ها و اعتراضات سراسری کاهش شدیدی پیدا کرده است و در این بدترین دوره تاریخی دولت مجبور به فروش گنجینه‌های تاریخی خود مانند قلعه‌های باستانی و بناهای قدیمی شده است. بنابر اطلاعات به دست آمده یکی از قدیمی‌ترین قلعه‌ها که بیش از 1000 سال قدمت دارد و به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد، قرار است حراج شود. کارشناسان می‌گویند این حراج می‌تواند به ساختمان‌ها آسیب برساند. Sajid Padam, now the former Director General of Social Insurance, had said that Iran might have to sell some of its Persian Gulf islands. مدیر کل سابق بیمه‌های اجتماعی گفته است ایران حتی ممکن است مجبور شود برخی از جزایر خود در خلیج فارس را بفروشد. اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند حتی اگر کشور روزانه 3 میلیون بشکه نفت بفروشد و درآمد کامل حاصل از فروش نفت را دریافت کند، باز هم بحران اقتصادی را نمی‌تواند حل کند. ایران در حال حاضر به دلیل تحریم‌های شدید و بحران اقتصادی تنها 1 میلیون بشکه در روز نفت می‌فروشد و تقریبا نیمی از کشور زیر خط فقر قرار گرفته است. بنابراین سوال این است که آیا فروش گنجینه‌های ملی مشکلات ایران را حل می‌کند؟